سلام به همگی، خوش اومدین به یک روز دیگه و یک لایو دیگه. برای کسانی که تازه به این صفحه اومدن، خوش آمد بهتون میگم. امیدوارم که این صفحه خدمتش رو به شما بکنه. الان چند ماهه که من این لایف ها رو شروع کردم و هفتگی لایف میذارم چند بار، و لایف های قبلی من رو میتونید توی یوتیوب من و تلگرام من ببینین. دوتای قبلی هنوز آپلود نشدن، امروز آپلود میشن، نگران نباشید. لایف ها همشون یه 20 دقیقه نیم ساعت هستن. اگر موضوع خاصی فکر میکنید هست، موضوع خاصی نیست، معمولا برمیگرده به نیت اون روز یا حسی که حالا اون روز بوده. یا اگر من لایف هایی دارم که سوال و جواب توش هست، سوال هایی جواب میدم که مربوط بشه به موضوع اون روز. معمولا با یه نیت برای روزم شروع میکنم. مرسی از مهرتون. چشم، سوالا رو میخورم. سوالا رو برای من بنویسی، سوالا رو حتما میخورم. حتما میتونم دارم. یکی پرسیده، یه عزیزی توی قسمت سوالا پرسیده بین انرژی که خدمت میکنه و خدمت نمیکنه میتونیم یکم صحبت کنیم. کاملا میتونم در مورد این صحبت کنم. من امروز دوستشم یه ذره در مورد دوست صحبت کنم، آمده رفیق. و حسش و میتونیم در مورد همین خدمت کردن خدمت نکردن شروعش کنیم. هیچ مسئله ای نداریم اگر ما میدونیم که چیز خوبی هم هست. اگر ما میدونیم که همه چیز انرژیه و هر چیزی، هر شیی که حتی اطراف ما هست، هر چیزی که وجود داره یه فرکانسی داره، یه انرژی داره، بودنش طلب اون فرکانسه به خاطر اونه، پس همه چیز یا سبکه یا سنگینه. یعنی تو این دنیای سبودی که ما داریم زندگی میکنیم، همه چی بر سبکی سنگینه، چون انرژی یا سبکه یا سنگینه. در واقع اینه که میگیم خوب، بد، میخوام، نمیخوام، زشته، زیباه، میخوام رها کنم، میخوام به دست بیارم. در واقع داریم میگیم انرژی این برای من آسودگی ایجاد میکنه، ایز، روانه، راحت، در جریان میذاره من رو، یا انرژیش مقاومت ایجاد میکنه، سنگینی ایجاد میکنه، مبارزه در من ایجاد میکنه. و یکی از راه‌حلایی که بتونیم متوجه بشیم یک رابطه، یک کار، یک شغل، یک مسیر، یک دوست، این همه چیز چون ارتباطه دیگه، به ما خدمت میکنه یا نمیکنه، از همین انرژی سبک و سنگین میشه. به معنی نیست که تو رابطه انرژی سنگین نمیشه، به معنی نیست که توی کارمون انرژی سنگین نمیشه، اینی که اون مسیری که توش هستیم چه خدمتی داره به من میکنه، من چه هدیه‌ای، اون خدمته چه هدیه‌ای میخواد به من بده، نگاه منو، درگاه وجودی منو به چی میخواد باز کنه که من نسبت بهش بسته هستم و در مبارزه هستم. در واقع اینو داره به ما میگه. در واقع اینجوری متوجه میشیم که خدمت میکنه یا نمیکنه. و امروز دوستشم در مورد دوست صحبت کنم، چون همه ما، هممون به یک فرمی توی اون چیزی که به ما خدمت میکنه یا روانه، در واقع میدونیم یک رفیق، یک دوست، یک کسی که یار واقعا چه حسی داره، چه حسی ایجاد میکنه و تو چه موقعی نیازش داریم، چه رفتاری باید با ما بکنه. اگر توی این موقعی هستیم که غمگینیم، زندگی سنگینه، چالش برانگیزه، قشنگ میدونیم یه رفیق، یک دوست چجوری میتونه، یک یار چجوری به ما کمک کنه تو مسیر، به ما دست ما رو بگیره. دلیلی که اینو دارم میگم، دلیلش این است که خیلی از من میپرسن که نوشخوار فکری دارم، از خودم ناراحتم، از خودم بدم میاد، تو مقاومت با خودم هستم، احساس عقب بودن دارم، احساس این که همه از من جلوترن، اینا همه به یه فرمی همه اونی حسار داریم.
به ما یه تصویری میدیم، اگه گرد همایای ما رو نمیان حتما گرد همایای، یک تصویری میدیم از این رفیق که اگر بتونی با خودت مثل یک رفیق بخوای رفتار کنی چه واکنشی نشون میدی. های مارک، چه رفتاری نشون میدی، چه جوری صحبت میکنی؟ چون ما هممون بلدیم با یه رفیق چجوری صحبت کنیم، هممون وقتی که غمگینه چی رو بلدیم، باهاش حضور داشته باشیم، چی نیاز داری، چی میخوای، سکوته، بریم راه بریم، موسیقی گوش بدیم، میخوای بری یه دوش بگیری، میخوای برات یه چایی بذارم. همش خیلی راه‌های روان و آسودگی ایجاد میکنه و جاری بودن رو خیلی بلدیم به اون رفیقمون پیشنهاد بدیم، بهش پیشنهاد بدیم اینم هست، بیا با هم دیگه بریم یه فیلم ببینیم، بیا با هم دیگه بریم یه راهی بریم، بیا با هم. و خیلی راههایی که یه ذره، یک پله، یک درجه، یک کوک کردنه، یک کوک کمه، بتونیم به اون دوستمون، به اون رفیقمون کمک کنیم، پر از ایده هستیم، پر از ایده هستیم که بهش بگیم. ولی همین کار رو نمیدونیم که دقیقا روش نشخوار فکری نداشتن، آروم گرفتن جسم و ذهن، دوست داشتن خود، اعتبار دادن به خود، اعتماد به نفس ایجاد کردن، همین رفیقیه که آدم با خودش میشه. خیلی روشش رو بلدیم با بقیه، خیلی راحت هستیم که با بقیه چجوری رفتار کنیم، ولی با خودمون و اینم چون یادش گرفتیم، چون تو فرهنگمون فرهنگ سرزنشگره، اینو یادش گرفتیم که به خودمون با فشار بدونیم تغییرش بدیم، با سرزنش بتونیم خودمون رو تغییر بدیم. چشم سال دارم میخونم. نه، کسی هم که نوشته اگر رفیقی همی کسی بخواد بهمون نزدیک بشه، بخوایم بترسیم و ارتباط اونو قطع کنیم، یکی از دلایل اصلیش که این کار رو میکنیم این هست که فکر میکنیم از آسیبی که میخوایم ببینیم در اون vulnerability، آسیب پذیر بودن. چون وقتی یه رفیقی که بهش اعتماد میکنیم، قلبمون رو بهش باز میکنیم و یهو ضربه میخوریم، یعنی توی آسیب پذیر بودن خودمون رو میذاریم و چیزهایی باهاش قسمت میکنیم که معمولا با کسای دیگه قسمت نمیکنیم و آسیبی میپذیریم، فکر میکنیم دیگه ما بلد نیستیم که اگر آسیب بپذیریم، آسیب پذیر باشیم، ازش بیایم بیرون. یک توهمه، یک آیدیای مال ذهن، مال ایگو و منیت ماه. ما اگه یه بار از یه چیزی اومدیم بیرون و یه آسیبی دیدیم، اگر به جای اینی که توی دردش خیلی فلو بریم که همچی دردی داشت، همچی سختی داشت، نمیتونستم ازش بیام بیرون، خیلی ها روی تضادش، یعنی روی اون درده خیلی تمرکز دارم، به جایی که اون درده به توی یه خردی داده، یه هوشیاری داده، یه ابزارهایی داده، یک بیداری ایجاد کرده و بدونی من این بیداری در من ایجاد شد، من این آسیبو خوردم، این بیداری در برابرش در من ایجاد شد، یعنی که این رفتارها رو برای من خوبه، یعنی که من میدونم از مسیرم چقدر شفافترم کرد که من چی از یک رفیق میخوام و من روی بیداریه تمرکز میکنم، روی بیداریه تمرکز میکنم و حالا نفر بعدی که میاد من بلدم از یک موضوع آسیب پذیر بیرون بیام، پس ترسی ندارم. ما وقتی که از یک رابطه ای که آسیب بهمون زده بیرون میایم، خیلی تمرکزمون روی اینه که یک دردی کشیدیم، یک تمرکزی روی سختی که بوده داشتیم، روی کمبود چیزهایی که نبوده و روی دردها داریم و حتی بیرون از اون رابطه هم هر وقت نگاش میکنیم، هی نگاه اون درده میکنیم، هی سختیاشو نگاه میکنیم، بدیاشو نگاه میکنیم، یعنی اصلا متوجه نیستیم که اگر تمرکز ما برعکس روی اون هدیه که به ما داده، اون بیداری که ایجاد کرده، اون که باعث شده به خودمون نزدیکتر شیم، باعث شده که مسیرمون شفافتر بشه، به جایی که روی اون باشه، روی درداست. معلومه برای رابطه بعدی هم روی دردهای اون که نکنه 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 تمرکز داریم، نکنه یه اتفاقی بیفته تمرکز داریم.
و معلومه هر کسی که بخواد نزدیک بشه ما بیشتر روی ترسا تمرکزمون هست و حتی هم پیش میاد. خیلی موقع اصلا اون رفیق نمیخواد حتی آسیب بزنه اون آدم جدید، ولی انقدر من تمرکزم روی اینی که توی فایت اند فلایت هستم، توی گریز و فرار هستم که نکنه اتفاق بیفته، اون اصلا جذبشم میکنم، چون تمرکزم روی چیزهایی که میخواد اون اتفاق بیفته. برای همین میگم تمرکزمون اگه بتونیم روی بیداری، روی هدیه، روی هوشیاری، روی اینکه ابزارهایی به من داده، روی که شفاف کرده مسیر رو روی اون بذاریم، اون نفر جدیدم که میاد با اون میتونیم بسازیم، با اینکه با اون بتونیم تخریب کنیم. عزت نفس و غرور خیلی تفاوت داره. اصلا من نمیدونم چی شما این دوتا رو کنار هم گذاشتیم. سارا جان، عزت نفس یا حرمت نفس در واقع اینی که بهترین حالتش همیشه، بهترین مثال همیشه کودکان هستن. بهترین مثال همیشه کودکان هستن که هنوز شرطی شدگیشون را نیفتاده، حافظه را نیفتاده، دیوار دفاعیشون بالا نیست، در دریافت هستن، موج مغزشون توی الفا هست، برای همین دریافتشون خیلی بالا، مثل یه سپانجه که همه چی رو دریافت میکنن. و عزت نفس یعنی که بدون اینی که هی بخوای به خودت، به لباست، به نمیدونم ماشینی که میرونی، با کارهایی که داری میکنی، به این چیزا، اصلا خودت رو، هویتت رو، آنچه که هستی رو با هیچ کدوم از اینها تعریف نکنی. یک کودک آنچه که هست، که یک خالق در واقع، یک خلق و خالق رو با هیچ چیزی که خارج از وجودشه هویتش رو تعریف نمیکنه. مثل خیلی کسایی که راحت هستن میگن ما مال این قسمت از شهر هستیم، ما اینجوری میپوشیم، ما اینجوری زندگی میکنیم، ما به این باور داریم، ما به این، یعنی با آنچه که هست اصلا هویتشون رو عجین نکردن. با آدمی هم که حالا غرور داری، یعنی که اون کسی که اگه به حس برتری داری میگی، در مورد برتری صحبت میکنی، یعنی که خب یه سری پایین‌تر از خود، یه سری افراد رو پایین‌تر از خودش میدونه، یه سری بقیه رو بالاتر از خودش میدونه، فقط نمیدونه که، یادم تشخیص نمیده که موقعی که داری خودت رو مقایسه میکنی و برتر میدونی، در واقع یک سری انرژی ها برای تو روانه و یک سری چیزای دیگه نیست، چون نمیدونی تو همش جاری باشی. یکی یه سری آدم ها توی پول براشون روانه، انرژی پول براشون جاریه، روانه، انرژیشون بلاک نیست، ولی بعد همون آدم توی رابطه اصلا نمیتونه ارتباط بگیره، نمیتونه یکی عاشق یه نفر بشه و یه کسی عشق بهش بده، و چون حالا اون پوله رو داره خیلی فکر میکنه برتری داره. نه عزیزم، تو توی چیزای روانی، انرژی روانه، توی چیزای دیگه نیستی، هممون هم همینیم. اصلا راه رشد پیدا کردن از همین تضاد بین ایناست، توی چیزای تضاده، تو همه چیز تضاده. اگه توی چیزای سبکی هست، توی چیزای سنگینی هست، و از طریق همین کش با کش این سبکی و سنگینیه که ما داریم رشد میکنیم. اگه نباشه خونسا میشه همه چیز، این دنیای سبودی خونسا میشه. آره دیگه، خود یا خود برتری. آره، تو یه سری انرژی ها در واقع اون فرد جاری، آسودگی براش بهتره، و سریعا خیلی خودشون و هویتشون رو، چون حرمت نفس ندارن، هویتشون رو برای اینکه جاری هستن توی یه سری انرژی ها، اینو با خودشون آیدنتیفای میکنن، هویت میدن به خودشون، و خب احساس میکنن برتری از یک سری آدم ها دارن. نه، اینجوری نیست، اینجوری اصلا نیست. بعدم اینقدر خیلی مواقع مسئله رو دور سر خودمون میپیچیم، فقط کافیه که یک لحظه سکوت و سکون، مثل مدیتیشن بشینی یه لحظه نفس عمیق بکشی، بگی این انرژی چیو داره به من میگه، این سبکی یا این سنگینی چیو میخواد برای من، چه درگاهی و توی وجود من چه لیاقتی رو میخواد باز کنه،
به عمقی که ما دریافت میکنیم و درک میکنیم، به همون عمق به دنیا میگیم من لیاقت این رو دارم. به همون عمق ارزشمندی و لیاقتمون رو به این دنیا نشون میدیم، اونم در صورتی که فقط به شهود و حس هامون برگردیم. تو فکر هی نمیتونیم بپرسیم از فکرمون پس باید برگردیم، ساکتش کنیم، آرومش کنیم تا بتونیم بپرسیم این انرژی چیو میخواد به من بگه، چقدر سبکیش، تو چه چیزایی سبکی ایجاد میکنه، تو چه چیزایی سنگینی ایجاد میکنه، من وقتی که توی این سنگینی هستم چه ابزارهایی دارم که خودم رو یه پله کوک کنم به سمت آسودگیه. خیلی راحت تر از اون چیزیه که ما فکر میکنیم. همون رهایی هم همونه دیگه، این عزیزی که نوشته چرا پس نمیتونیم رها کنیم، همونه دیگه. وقتی که آیدن تعریف میکنیم خودمونو با یک مسئله و میخواییم با همون ذهنی که قضاوت ایجاد میکنه و با همون ذهنی که چالش ایجاد شده، چون با ذهنمون ایجاد شده و ریالیتی واقعیت ما همون ذهنی لنز ما، با همون اون نمیتونیم راه حل رو پیدا کنیم. راه حلش توی انرژی دیگه است. راه حلش که اون آسودگیه هست، یه سنگینی ایجاد شده، یه چالش. راه حلش توی انرژی، با همون نگاه نمیتونیم پیداش کنیم. دلیلی که رها نمی کنیم اینه که ما میخوام با همین ذهنی که قضاوت میکنه، با همین دانشی که دارم، با همین میخوام رها کنم، با همین میخوام یاد بگیرم که آسودگی رو پیدا کنم. نمیشه. باید راه حلای جدید پیدا کنیم، ابزارهای جدید پیدا کنیم، معلمای جدید پیدا کنی، کتابای جدید بخونی، جورنال کنی، میتونی برون ریزی داشته باشی، مدیتیشن کنی تا بتونی اون نگاه جدید انقدر وجودت بگی من بازم، به این قلبم وجودم بازه که بفهمم، نه که همین که میدونم، همین میدونم باید همین حل شه، به همین روشی که میخوام حل شه. معمولا آدمای نارسیسیست که میشه خودشیفته، اصلا چون مسئولیت پذیر نیستن، اصلا مسئولیت کاری که کردن رو نمیتونن بپذیرن و توی یه سایکلی گیر میکنن که همین اینی که من میگم، با همین روشی که من میگم، با راه حلش همین شکلی بیاد و هیچ وقتم براشون نمیاد، هیچ وقت براشون نمیاد. و معمولا آدمایی هم که دورشون هستن که خیلی ضربه میخورن، چون هی میخوای راه حلای متفاوت با این افراد امتحان کنی و اونا چون خودشیفتگی شدید دارن نمیتونن راه حلای جدید رو ببینن، چون خیلی هویتشون رو، منیتشون با هویتشون عجین شده که فقط همین مسیر و همین شکل. انرژیش جای دیگه است. نخون من رنگین تره، نخون شما. انرژیش، رهایی انرژیش جای دیگه است. ما رها نمیکنیم چون هویتمون رو با اون مسئله خیلی عجین کردیم، برای همین نمیتونیم رهاش کنیم. به نظر من تیم جمع کردن برای عزیزانی که عزیزی که نوشته موفقیت، در مورد موفقیت و جایگاه نوشته، تیم جمع کردن خیلی میتونه توی مسیر به ما کمک کنه. اگه یه خانواده‌ای داریم که ساپورتمون نمیکنه، حمایتمون نمیکنه و میدونیم حمایته چه حسی داره، چون میدونیم نبودش، وقتی که نبوده یه چیزی هست یعنی بودنش رو میدونیم چه حسیه، برای همین داریم طلبش میکنیم، چون یه موقعی به یه فرم به یه شکل دیگه داشتیمش، یه لحظه حسش کردیم یا میدونستیم چجوری بوده، برای همین نبودش وقتی که نیست حسش میکنیم، نبودش رو حس میکنیم. پس بودنش میدونیم چه شکلیه، بودنش انرژیش رو میدونیم چه شکلیه. میتونیم تو آدمایی که دور خودمون یه تیم 3 نفره 4 نفره جمع میکنیم، اون تیم رو ایجادش کنیم. و خیلی موقع ها خیلی ها برای من میزن تیم من جمع شد اصلا بی حس بودن، بی انرژی بودن، تیممو تو تلگرام جمع کردم اصلا اون آدما هیچکی اصلا حوصله نداره. دلیلی داره که اون تیم برای تو جمع شده. الان از این حرف منم خیلی ها ناراحت میشن. دلیلی داره که تو این دستری آدما رو جذب کردی. چرا آدمایی رو جذب نکردی که مثل تو میخوان اینجوری هم؟ چرا این آدم ها نیستن؟ چرا آدمایی هستن که تو باید هی لیدشون کنی، رهبریشون کنی،
چون یه رقص انرژی تو داری، یه باوری تو داری که با اینا مچه، با این آدما، با این آدما یکیه. و وقتی که اینو میپذیریم هممون، وقتی که در پذیرش این میریم که رقص من با اینا یکیه، یه رقصی دارم میکنم، یه موسیقی وجودم، یه چیزی رو داره مینوازه که اینا رو داره میاره که با من برقصن. بعد وقتی که اینو درک میکنیم، یعنی 50% در این رقص پاورش، قدرتش دست ما، اینو درک میکنیم، دیگه میگیم با چی عوض شه، با چی عوض شه. خیلی موقع ها دلیلش اینه که ما خیلی روی کمبود تمرکز داریم. همه چیز تضاده، سبکی و سنگینی وجود داره و همه چیز تضاده. دلیلی که تضاد وجود داره اینه که ما کمبود یک چیزو ببینیم و بتونیم درک کنیم، به جای که خودمونو باش تعریف کنیم با اون کمبود، بتونیم درک کنیم که من خالقم و باید از طریقش بسازم. باید از طریقش یه زمین خالی وجود داره. خیلی با این زمین خالی سری هویتشون رو معنا میکنن. من بدبختم، برای همین زمین خالیه، برای همین من خونه بالا سرم نیست. خیلی این زمین خالی رو میبینم میگم خونه میسازم، خالق میشم از طریقش. کمبود رو میبینن، باهاش تعریف نمیکنن و از طریقش خالق میشن. اگر آدم های اطرافمون هست که هم انرژی ما نیستن، اینقدر روی کمبود و نبود و چیزهای بدشون تمرکز میکنیم که اونها رو تو اون انرژی نگه میداریم. مثل مادر پدرهایی که من 100 بار میام اینجا گفتم، بیرون از اینجا هم گفتم، توی ایونت هام، توی گردم های میگم، اگر بچه‌تون با یه چیزی داره استراگل میکنه، با اعتیاد، با رفتار بده، با چیزی که دوست نداریه، هر چی که هست، اگر تو میدونی عاشق بودن و عشق و معشوق بودن چیه، انرژی چیه، انقدر باید ثبات داشته باشی تون که این فرزند تو، این دوست تو، این رفیق تو، این یار تو، این پارتنر تو، اگر قراره تو رو ملاقات کنه اینجا، تو رو ملاقات کنه، انقدر بهش نگی مریضی، تو یه کار کردی، تو اینجوری هستی، تو اینقدر نفهمی، تو اینقدر بیشوری، تو این کار من اینجوری بهت گفتم، تو اینجوری جواب دادی، اینقدر ابلهی. نه نه، اون آدم بودهایی داره که آسودگی ایجاد میکنه، بودهایی داره که جاریه، بودهایی داره که تو میتونی دوستش داشته باشی به خاطر اون بودها. تمرکز ما به عنوان یک خالق، به عنوان اون کسی که زمین خالی رو میبینه ولی خونه میساز از طریقش، باید روی اونها باشه. همون جوری که موضوع اول داستان این لایو ما رفیق بودنه، وقتی ما رفیق خودمون رو میبینیم، رفیق خودمون رو روی همش روی بودهای مثبتش تمرکز میکنیم که بتونه انرژی اون لحظه، این دو ساعتی که داریم با هم سفری میکنیم بالا بره. حتی اگه انرژی رفیقمون پایینه، بهش مسیرها و ابزارهایی معرفی میکنیم که آسودگی ایجاد میکنه و من هستم، من هستم برای تو. ما همین کارو باید با خودمون بکنیم. ما وقتی که روی پارتنرمون، روی کارمون، روی سابکارمون، روی دوستامون، روی مادر پدرمون اینقدر روی منفیاش و بد بوده و بده و بده و هیچی حالیش نیومد، اخلاقش مثل سگه، اینقدر تمرکزمون رو اونه که همونو وسعت میدیم. ما هنوز درک نکردیم که تمرکز ما خداونده، تمرکز ما پروردگاره، تمرکز ما خلق و خالقه، تمرکز ما ایجاد شدگیه که اطرافتونه، یکی تمرکز کرده شده این، یکی تمرکز کرده شده این، هر چیزی که اطرافتونه یکی تمرکز کرده و اون ایجاد شده، تمرکز کرده، یک یاری ایجاد برای خودش پیدا کرده، تمرکز کرده. حالا رو چه چیزایی ما تمرکز داریم؟ همون هر چیزی که تمرکز داریم به خالقه، وسعت پیدا میکنه. هر چیزی که تمرکز میکنیم پروردگاره، همون اون وسعت پیدا میکنه. حالا هی تمرکز کنید رو مریضی بچه‌تون، هی تمرکز کنید رو بد بودن یارمون، هی تمرکز کنید رو کارمون که خیلی بده، خب همون اونم وسعت پیدا میکنه، همون اونم وسعت پیدا میکنه. قدرت عجیبی هستیم ماها، تک تکمون، ما خلق و خالقیم، قدرت دست خودمونه. اگه یه گروهی جمع کردیم توی تلگرام که خیلی بیجون، خیلی این، خیلی اونا، به احتمال زیاد خودمونم یه آدمی هستیم که این حرفم خیلی ناراحت میکنه، ولی خودمونم یه آدمی هستیم که تو دنیای بیرون رو هر چی تمرکز میکنیم، روی سنگینیش تمرکز میکنیم، رو بدیش تمرکز میکنیم، رو بیجونیش تمرکز میکنیم، رو خوب نبودن خودمون تمرکز میکنیم. نمیتونیم رفیق برای خودمون باشیم، نمیتونیم یار برای خودمون باشیم، نمیتونیم دست خودمون رو بگیریم، یکی بیاد دست منو بگیره. خب وقتی تمرکز اینه، معلومه آدمای دور آدم جمع میشن، معلومه یاریو پیدا میکنیم که اصلا بهمون بها نمیده. 90% جواب سوالات مدیتیشنه. دمت گرم سیاه، واقعا هم همینه، چون تو سکون و سکوت رو برقرار میکنی،
نفس های عمیق میکشی، در درگاه هوش کیهانی، هوشی که در جهان وجود داره، در این درگاه نفس ماه، نفسمونه، دم و بازدم، و اون آنی که بین دم و بازدم ماه. حالا هر کی بلده و میخواد و وجودش رو داره، میره هر روز این در درگاه رو میزنه، میشینه، نفس میکشه و حس میکنه، میدونه اگه یه دردی هست دواش هم تو وجودش هست، اگه یه زخمی هست دواش هم هست، چون ما داروخونه ایم خودمون، اگه یه انرژی اومده باید راشو باز کنیم که بره، چون وجود توی وجود ما ایجاد شده. هر درد ما فقط تنها مشکلمون اینه که میخوایم از دردها فرار کنیم، همین دردو میخوایم فرار کنیم، در صورتی که دواش، داروخونش، راه حلش، انرژی که بخواد آسودش کنه، همه اونا توی خودمونه، توی وجودمونه، تو اون سکون و سکون، تو اون شهوده است که برمیگردیم، تو اون یک لحظه است، تو اون یک لحظه است که یک لحظه میستیم. آره زینب جو، بیشتر لایوا میرسه به مدیتیشن، نوشتن، شکرگزاری. حالا خیلی همی میزه خب من رفیق خوب ندارم، من یار خوب ندارم، من آدمی که بهم اهمیت بده ندارم، من همه دور و برم گند و بدن. خب ببخشی تا خودت هم همون جنسی، خودت هم همونی، خودت هم همون رقص رو داری میکنی به یه فرم دیگه، همون رقص رو داری میکنی به یه فرم دیگه، اگه همسرم بده تو هم به یه فرم دیگه اون رقص رو داری باش میکنی که اون بد میشه. همیشه یه مثالی میزنیم تو گرده همایان، میخوای قصد عشقه ها، قصد عشقه، میخوای عاشق باشی، میخوای عاشقی کنی، دوست یارت رفیقت میاد از در میاد، تو میگه قبلا بهتر جواب تکس و اینا میدادی، قبلا گل میابردی از در میامدی، قبلا بیشتر به خودت میرسیدی. در واقع داره میگه من دوست داشتم و عاشقی که با هم دیگه میکردیم، اون حس خوبی که ارتباطمون صاف بود، زلال بود، جاری بود، حس حالت چطوره؟ در واقع اینو میخوایم بگیم، کجا هستی؟ چی توی وجودت سنگینی میکنه؟ یه چای برات بریزم؟ قصد عشقه ولی از تضادش استفاده میکنیم، از سنگینی ملاقات میکنیم آدم ها رو، سبکیه رو میخواییم، از سنگینی ملاقات میکنیم. یه موقعی هم میرسه به یه جایی که توی اون انرژی سطح و جایگاهی که میدونی عشق چیه، میدونی حسش چیه، میدونی وقتی روانه چجوریه، و اون فرد، اون دوست، اون رفیق، اون یار ملاقاتت نمی کنه. من باید بتونم تشخیص بدم که کی موقع رها کردنش، دیگه خدمت نمی کنه، دیگه دارم تحمل می کنم. از کجا میفهمم؟ دارم تحمل می کنم، صبور نیستم. یه موقع دوستم مریض میشه، باید صبور باشم کنارش. یه موقع افسردگی میگیره، صبور هستم. ولی از یه جایی به بعد دارم تحمل میکنم، یعنی میدونم مسیر به من خدمتی داره نمیکنه، من توی مسیر هیچی رو یاد نمیگیرم، هیچی برای هدیهی دریافت نمیکنم، رفلکشنی نداره که مثل یک تصویر خودم رو توش ببینم بگم من یه باور غلط به خودم دارم، من یک تضاد رو دارم، اشتباه زیست میکنم، هیچ کدوم اینا نداره، فقط دارم تحمل میکنم، کشش میارم. خب این داره به من میگه من قدرت ماورایی رها کردن رو بلد نیستم، یا ترس حرف مردمه، یا ترس تنها بودنه، یا ترس اینه که یک کسی دیگه پیدا نکنمه، یا ترس دوباره اون درد است دیگه، از درد فراری هستیم میگه، اینم دوباره یه لحظه دیگه است، یا
که من توی جایگاه عشق خودم رو نگه داشتم، اون فرد من رو ملاقات نمی کنه. من با تشخیص دادم که این دیگه این مسیر به من داره صبور بودن رو یاد میده. تحملمه، تحمل اینه که من الان مثالشو زدم، یادی نمیگیرم، چیزی برای من نداره، من یک کسی دیگر رو باید بکشم جلو که اون اصلا علاقه ای نداره، هیچ رفلکشنی، هیچ تصویری رو از خودم نمیتونم توش ببینم دیگه. من میدونم انرژی که آسوده از سبا که چیه و حاضرم رها کردن رو قبول کنم، تسلیم کردن، انرژی جذاب تسلیم کردن رو قبول کنم، در برابرش تنهایی باشم و اون تنهایی رو دوست داشته باشم، رفیق خودم شم. از دوباره از اول گفتیم رفیق خودم شم. چشم، لایو رو سیف میکنم، لایو رو سیف میکنم، لایو پری روزم سیف نشدم، کارش کردم. ستایش عزیز، منم دوست دارم. من همیشه میگم من جلو جلو هر کسی که اینجا حضور داشته رو دوست داشتم، برای هم اینجا حضور پیدا کردیم. آخرین سوال، حس بی ارزشی در دوستی، رامک جان. حس بی ارزشی در موقع در دوستی نیست. حس بی ارزشیه یک باور غلط خودت به خودته. تو اصلت رو، منبعت رو، هر چی که تو باور داری، مگر تو به چی باور داری، کلمات خیلی محدوده، اون اصلت، اون رو هنوز توی وجودت کوشن میکنی، سوال میکنی، اون ثبات نداره. اصل من ارزشمنده، اصل من کافیه. اصلا از روی کافی بودنه که هی ایجاد میشه. خیلی ها فکر میکنه از روی کافی نبودنه که باید برن یه مدرکی به دست بیارن، یه کاری بکنن، یه شغل کاری داشته باشن که حس کافی بودن بکنن. هیچ وقت به دست نمیاد، چون از فضای اینی که من برم کافی بشم شروع کردی. تو باید از فضایی که کافی هستم، خالقم، اصلم ارزشمنده، میخوام ایجاد کنم، چون این شوق داره، چون جویسه، چون اشتیاق من زیاد میکنه، چون کنجکاوم، چون میخوام، چون میتونم. نه که من برم کافی شم، اصل من کافیه، اصل من ارزشمنده. من این ارزشمندی رو مادرهایی که بچه دار میشن، ارزشمندی اگه بفهمن رو ارزشمندیشونه که دارن یکی دیگه میسازن، روی اونه. نه که این بیاد منو کامپلیت کنه، کامل کنه. حس اینی که ارزشمند نیستیم توی دوستیامون، توی با یارمون، توی چیزا، خاطر که اصل تو سوال داری میپرسی. اصلا کاری اون فقط اومده که به تو بگه هی رامک. اون دوسته، اون رفیق اومده بگه هی، تو هنوز داری اصل تو سوال میپرسی و من معلم تو هستم. من معلم تو میشم، من آینه تو میشم، من آینه تو میشم، به تو نشون میدم که چه چیزایی در تو ماشش کشیده میشه. مثل آینه جلوتم نشونت میدم هر تکونی که میکنی چی ماشش کشیده میشه دیگه. ماشه ای که چه چیزی در وجود ما کشیده بشه که دست خودمونه، دست خودمونه، باور کنید یا نکنید. وقتی اصلم سواله، یه رفیق میاد اون سوال رو برامون روی سطح میاره، میگه حاضری ملاقات کنی خودت رو؟ میگه نه، ولی رفیقه رو میندازم دور. دوباره یه دوست دیگه، یه یار دیگه میاد، دوباره همونو ماشی همون احساس رو میکشه، کافی نیستی. چون ما مستقیم کارشو میبریم به کافی نبودن خودمون میچسبونیم. طرف یه کار دیگه داره میکنه، مثلا دیر به تو داره زنگ میزنه، تو میگی اگه من ارزشمند بودم تو چشش به من درست زنگ میزنه. مستقیم میچسبونی به ارزشمند نبودن خودت. تو خودت داری این چسباندن رو انجام میدی، اونو داری خودت انجام میدی، چون اصلت سواله. میری مستقیم کارهای آدم ها، رفتارهای آدم ها رو میچسبونی به اصل خودت. چرا میچسبونی به اصل خودت؟ به جای کار بگو این آدم زبان عشقی من رو نمیفهمه، اگه قرار من رهاش کنم، اگه قرار تو زندگیم باشه بهش یاد میدم که چرا من اصلمو سوال کنم، اصلمو چرا کوشنش کنم، زیر سوال ببرمش. اگه این فرد اون چیزهایی که من دوست دارم رو با من ملاقاتم نکنه، یا بهش یاد میدم یا رهاش میکنم. اصلمو این وسط چرا سوال کنم؟
آدم ها میان تو زندگی ما که آینه ای بشن که ما متوجه بشیم چه چیزهایی توی وجود خودمون هنوز که باید اصل ما باشه، بناش مستحکم باشه، توش اقتدار داشته باشیم چیا هستن. ولی خیلی ها میرن اون رفیقه رو دور میندازن و یارشون رو دور میندازن و ترجیح میدن تنها باشن چون من نمیخوام ضربه بخورم. حرفا چیه؟ اصلا تو سوال نکن، سکون و سکوت کن، بشین عاشق خودت شو، شاکر باش. تضاد اتفاق میفته خلق کن، تضاد اتفاق میفته قسمت خالق بودن خودت رو توش ببین، ایجاد کن، از روی کافی بودن ایجاد کن، از روی ارزشمندی بخوا که آدمان بدونن، آگاهی ایجاد کن روی اون. هر اتفاقی هم این وسط، چالشی هم وسط میفته، به جای که یکی کنی سری کنم با خودت، هویتت رو باهاش معنی کنی، از بیرون نگاش کن. مدیتیشن برای چی خوبه؟ چون که افکار که میاد روی سطح، افکار که میاد، یاد میگیریم نگاهشون کنیم. مثل یه آسمونی که ابرا دارن رد میشن و تو از بیرون داری نگاهشون میگی. آه این فکرم هست، فکر غلط، شرط شدگی اشتباه، شرط شدگی که دیگه به من خدمت نمی کنه، من میتونم رهاش کنم. تو مدیتیشن یاد میگیریم که این افکار، این منیتی که هی back to back هی داره برامون مثل یه ابرایی که تو آسمون میره، اینا رو نگاه کن. بعدم همین این میشه جایگاه ما، این میشه ما، این چیزی که هستیم. بعد میاد توی دنیای بیرون، توی اصلمون. وقتی یک نفر یه رفتاری میکنه، سری زرتی نمیریم به چسبونش به اصلمون، دوباره اونم نظارگرشیم. چون نظارگر بودن رو تمرین کردیم، چون تمرینش کردیم. همه چیزی تمرین، انرژی و اون انرژی، اگه میخوایم از اون انرژی زیاد بشه باید تمرینش کنیم. همه صفت ها در واقع تمرین کردنی هست. شما که با هیچ صفتی به دنیا نیومدی، اینا رو تمرینش باید بکنیم. چشم سیف میکنیم، سیف میشه. سلام به روی ماه همه. رامک جان جواب تو دادم. در واقع خیلی موقعا که رفیق خوبمون رو پیدا نمی کنیم یا این کسی میخواد به اون نزدیک بشه، اون نزدیک بودن رو ایجاد نمی کنیم، ترس از دست دادن، ترس از آسیب پذیر بودن، ترس این چیزا هست. در واقع دوباره این هم، باور کنید یا نکنید، این هم دوباره داریم اصلمون رو زیر سوال میبریم. یعنی درک نمی کنیم که اگه دردی هم ایجاد شه، ابزارش هست که من ازش بیرون بیام، من توانمندم که ازش بیرون بیام. بذار کنجکاو باشم، بذار مشتاق باشم، بذار یاد بگیرم. حتی اگر آسیبی هم میپذیرم، میتونم ازش بیام بیرون. حالا یکی میاد میگه از بعضی از آسیب ها نمیشه گذشت، چون تمرکز دینه بله نمیشه گذشت، در دنیای واقعیت تو نمیشه گذشت. ولی من میتونم هزاران هزار استاد خودم بهت نشون بدم که از چه آسیب هایی گذشتن. چرا برای بقیه میشه برای تو نمیشه؟ ای تو نمیخوای، یعنی میخوای درد رو کامل حسش کنی. فقط در یه صورتی میتونه اون درده بره که کامل بپذیریش که این هست، و من ابزارش رو دارم، من میتونم ازش بگذرم. با عشق یک طرفه میشه زندگی کرد؟ نه، تو مستحق این هستی که کسی عاشقت باشه، زبان عشق تو یاد بگیره، زور باهات داشته باشه، بدون چی میخوای، از وجودش بهت هدیه کنه، عاشقت باشه، ببینتت. چه در میخوره عشق یه طرفه؟ و حتمنم هست اگر تو هستی، چون خیلی میان میگن. یه عزیزی میگفت که خب حالا تو که مثلا این کیفیت ها رو توی خودت پیشرفت دادی، تمرینشون کردی، همه چیزی صفت و یه کیفیته، فکر میکنی آدم مثل خودت پیدا میشه؟ و من همیشه میگم اگر من هستم
مثل من هم هست، یه بهتر از من هم هست، یه من هستم هست. اگر نوعی که شما عاشقی میکنین، دوست دارین، رفیقید هست، مثل شما هم هست، حتما حتما، اصلا سوال نیستی. یانا جون چند بار این سوالو پرسیدی؟ بذار دوباره بکنم. تو توی کوشنال پرسیدی، نمیدونم میشی من چرا دیگه نمیتونم هیچیو حس کنم، بی حس شدم. به خاطر اینکه درد ها تو، که زخم ها تو، اون موقعی که آسیب خوردی، توی آسیبش، توی دردش موندگاری زیاد داشتی، دنبال ابزار و اون هدیه و اون خردی که پشتش بوده، به هر دلیلی نتونستی باشی خرج بده. و بهترین راه حل دفنسیو مکانیزم، مکانیزم دفاعی، بی‌حسیه. چی بهتر از بی‌حسی؟ برای که من اگه ابزارشو ندارم، دنبالشم نمیرم، اگر خرد و هدیه این آسیب رو هم نمیتونم ببینم، بهترین چیز بی‌حسیه. با بغض چیکار کنیم؟ گریهش کن، غمگین شو، تو تخت باش، یه ذره بذارون در و بیا، اجازه بده که ازت بگذره، اجازه بده که وسیلش باشی، اجازه بده که وسیله این هوش باشه. تو در واقع وسیله یک هوشی، یک هوش مطلق بی نهایت نامحدود. همه انرژی، هر چیزی که میخوایم هست، هست، نه به وجود میاد نه از بین میره، انرژیش هست، فقط باید هم فرکانسش بشیم، هم رقصش، هم اون یه بودنی داره، یک انرژی داره و من میدونم چیه و هم انرژی اون میشه و ثبات دارم توی میذارم. من به عنوان وسیله از من رد شه، از جیب من رد شه، اگه فراوانی، اگه برکت، اگه عشق، اگه هر چه، از من رد شه. بی‌حسی یکی از بهترین راه‌حل‌های بی‌حسی شکرگزاریه. بعد از این لایف هر کسی جرأت داره بشینه نگاه کنه به همه داشته هاش، به همه مواقعی که وسیله یک هوش شده. هر کسی این کارو نمی کنه، چون بعد یه موقع می فهمیم همچین حس قدرتمندی بود و من ازش غافل بودم. بعد خیلی ها به خاطر این اتفاق میرن تو غصهش، میرن تو اینی که چرا یه عمری کارو نکردن، و میرن تو غمش اینه که چرا من این وقت الان ندیدم، چقدر هدر دادم، چقدر ندیدم. میرن تو بجایی که همینو هی ادامش بدن، تضاده ایجاد میشه، خلق کنن. حس بیهسی تو شکرگزاری، برو 20 دقیقه شکرگزاری گوگلش کنید، 20 دقیقه شکرگزاری به بالا، گلبول سفید بدن شما میره بالا و مریضی ها رو شفا میده. شکرگزاری علنا مریضی رو شفا میده. 20 دقیقه به بالا، بدن شما فکر میکنه توی استیت انلایمنت داره قرار میگیره، گلبول سفید ترشح میکنه، شفا ترشح میکنه. روی ماه همگیتون رو میبوسم، روی ماه تک تکتون رو میبوسم. خواهش میکنم دستی باشین برای پخش آگاهی. خرد ما با دست جمعی جلو بره. اگه این لایو رو دوست داشتین برای بقیه بفرستین، استوریش کنین و بخواین که بقیه هم توی این مسیر با ما قرار بگیرن. عاشقانه بیشتر دور خودتون جمع کنیم، رفیقای بیشتری اون موقع دور خودتون جمع میکنیم. شب و روزتون خوش.